طوری که در قسمت دوم دیدیم کاتب چگونه مساحت و نفوذ کشور را شرح داد، در این قسمت می‌پردازیم به آثارهای به جا مانده از فیض محمد کاتب. تألیفات مرحوم ملا فیض محمد کاتب، پدر تاریخ افغانستان، تحفت الحبیب شاید در تاریخ نخستین اثر تألیفی کاتب باشد که در 3 جلد قطور تألیف شده است. جلد اول این کتاب 561 صفحه وقایع دوران سدوزاییان را به تفصیل بیان می نماید. جلد دوم 885 صفحه تاریخ دودمان محمدزایی را تا دوران دومین یوریش نظامی انگلیس ها و افغانستان مورد بحث قرار می دهد. و همچنان در صفحه 369 همین کتاب ذکر ملاقات امیر دوست محمد خان را با لورنس انگلیسی که از آن بوی سرسپردگی این دودمان را به بیگانه ها نشان می دهد این مورد خط زده شده. و همچنین دستاندازی امیر دوست محمد خان به حلی و جواهر بانوان حرم حاجی فیروزخان سدوزایی حاکم هرات در صفحات 64 و 68 این کتاب آمده است. ماجرای مذکور در کتاب سراج التواریخ که صاحب نظران حکومتی بر تالیف آن نظریات داشته هم به نحوی آبرومندانه‌تری از آن یاد شده است. آقای حبیبی که یک نسخه خطی از کتاب تحفت الحبیب را در اختیار داشته است درباره آن چنین اظهار می دارد: این کتاب نکات خوبی تاریخی را حاوی است. برای تحقیق کنندگان تاریخ نهایت غنیمت و سخت پسندیده است. جلد سوم تحفت الحبیب دست نوشته مؤلف در 236 صفحه حوادث سالهای 1298 الی 1307 را در بر دارد. این کتاب از خط سانسور در امان مانده است. سراج التواریخ یکی از آثار ارزنده تاریخی افغانستان است که نام فیض محمد کاتب به آن گره خورده است. این اثر گرانبها که به استناد به نامه ها، فرامین رسمی دولتی، انبوی اسناد و مدارک موجود در دارالانشای دربار و آرشیو دولتی برشته تحریر در آمده است. صحت و اعتبار این اثر گرانبها باعث گردیده است مورخان به عنوان مرجع مطالب مورد نیازشان را در نوشته های خود نقل کنند. جلد اول سراج التواریخ وقایع 98 ساله دودمان سدوزایی را شرح می دهد. جلد دوم آن حوادث دوران زمامداری دودمان محمدزایی از آغاز تا تخت نشینی تا سال 1298 شامل می شود. تألیف جلد اول در سال 1325 هجری قمری و تألیف جلد دوم در سال 1331 هجری قمری، هر دو جلد در اخیر سال 1331 هجری قمری در 387 صفحه چاپ می گردد. جلد سوم سراج التواریخ بخش اول که در 862 صفحه به چاپ رسیده است از ارزشمندترین بخش سراج التواریخ به حساب می آید. نویسنده حوادث خونبار و اسفناک دوران سیاه عبدالرحمن خان را در سال 1297 هجری قمری تا سال 1314 هجری قمری به تفصیل بیان می نماید. مؤلف برای تبیین ظلم، ستم، تعدی و تجاوز امیر و اعمال دولتی در این بخش از کتاب ابتکار ظریف و زیرکانه به کار برده است. رویش چنان است که در لفافه ذکر اوصاف و القاب تمجیدی در ظاهر به ستایش و تکریم امیر و وابستگان امارت می پردازد و مخالفین و ستمدیدگان را مورد لعن و طعن قرار داده است و آنگاه به مهارت به شرح خیانت، جنایت و ستمهای شکنجهگران قومی و مذهبی بر پایی کلمنارها و وضع مالیات سنگین، رواج رشوه‌خواری در میان حکام و مامورین دولتی و نوکر موابی و دست نشانده امیر و خاندان حکومتی به انگلیس را در جای جای کتاب طوری بگنجاند کم از دستبرد صاحب نظران حکاک و اصلاحگران حکومتی در امان بماند و هم تا ابد در حافظه تاریخ ثبت گردد و گاهی به مناسبت حوادث مربوط به سالهای 1332 الی 1335 هجری قمری نیز در این کتاب حکایت شده است. جلد سوم سراج التواریخ بخش دو که از احوال امارت 5 ساله عبدالرحمن خان نگارش یافته که به تازگی نزد وابستگان کاتب پیدا شده که در 416 صفحه گردآوری شده است که به خط عادی خود مؤلف است.
چاپ این اثر که مطالب مندرجه آن در کمتر منابع تاریخی آمده است، نهایت سودمند برای محققین تاریخ به حساب می آید. تعداد مجلدات سراج التواریخ 4 و یا 5 جلد می باشد که 2 جلد اخیر آن در حال حاضر مفقود می باشد. دکتر عبدالاحمد جاوید استاد دانشگاه تعداد مجلدات سراج التواریخ را 5 جلد ذکر کرده است. نویسندگان دایره المعارف آریانا نیز عدد مجلدات سراج التواریخ را 5 جلد ذکر می کند. ممکن است جلد 4 و 5 آن نزد سردار عنایت الله خان فرزند امیر حبیب الله خان که در آن زمان متصدی و امیر نظارت بر مطبوعات بوده است باشد. مورخین درباره سراج التواریخ از جمله امیر محمد صدیق فرهنگ چنین اظهار می نماید: کار مهم و علمی که در زمان امیر حبیب الله خان صورت گرفت، تعلیف سراج التواریخ در تاریخ افغانستان از عصر احمدشاه و بعد توسط مورخ، محقق و دانشمند فیض محمد کاتب هزاره بود. مؤلف این کتاب نه تنها معلومات جامع و کامل را درباره دوره سدوزایی و محمدزایی برای بار اول در یک تعلیف نفیس جمع‌آوری نموده، بلکه سعی نموده در زیر پرده عبارات تعارفی که گریز از آن در آن شرایط خارج از امکان بود. یک سلسله حقایق را در مورد نواقص اداره و بیدادگری زمامداران به گونه مفصل و مستند ثبت تاریخ نماید و در جای دیگر می نویسد. و عده دیگر چون فیض محمد کاتب موفق شدند تا علی رغم سانسور شدید برخی از حقایق را در لابلای کتاب‌های رسمی دولتی بگنجاند. اما تعداد این گونه آثار اندک است. سراج التواریخ نخستین کتاب ضبط وقایع دولتی افغانستان شمرده می شود و برای مورخان دیگر که می خواهند آثار خود را مطابق موازین جدید تاریخ نویسی می نویسند، منبع معلومات به شمار می آید. قراری که دکتر بیروز در سال 1361 هجری شمسی به منی حبیبی گفت، کاتب کتاب تاریخ خود را تا سال 8 عصر امانی سال 1306 هجری شمسی نوشت. 6 سال اخیر عبدالرحمن خان و تمام دوره امیر حبیب الله خان را در یک جلد در حدود 3000 صفحه در کتابخانه معارف موجود بود و اول قتل حبیب الله خان را هم داشت، ولی اکنون موجود نیست و نیز جلد 5 به خط خود کاتب بر احوال 8 سال و 3 ماه سلطنت امان الله خان نزد عبدالغفور غرقایی دیده شده بود که سرنوشت این جلد هم معلوم نیست. حسین نایل درباره سراج التواریخ می گوید، بگمان مجلدات سراج التواریخ با شرایط تاریخ نویسی وقت نسبت به همه آثار پدید آورده شده در این نهج جامع‌تر و مستندتر است. واقعات و رویدادها به تفصیلی که در این کتاب اعضا و بیان گردیده علی ظاهر در هیچ یک از کتب تعریف شده دیگر در این نهج آورده نشده است. یک از موارد سراج التواریخ این است که مؤلف با شهامت زیاد و به طور زیرکانه در هر جای اثر خودگاهی به صراحت و زمانی در الفاظ و عبارات رشوه‌خواری، جور، ستم و دیگر بدکاری های کارداران وقت را در هر موقف و مقامی که بوده اند مورد نکوهش قرار داده و افشا کرده است. و از همین جاست که گویم بارها مورد عتاب و سرزنش واقع گردیده است که خود کاتب می نویسد، در خلال این احوال در ماه رمضان سال 1311 هجری قمری بندگان سردار حبیب الله خان در نصف شب که خوابیده بودم، من را از خواب بیدار کرده با خود در قصر شاهی جلال آباد بردم. پاهایم را در فلکه بسته و در کف پاهایم با چوب بسیار زدم که دیگر بیکارگی نکنم. در حالی کاری که باعث خشم و ستم آنها شده بود نکرده بودم. واقعیت این است که جای کاتب هر کس دیگر می بود و دربار دوام نمی آورد. مثل هزاران نفر دیگر رای نیستی را طی می نمود و یا این که فرار نموده جان خود را نجات داده شاید آن همه فجایع قتل، کشتار، آزار، عزت مردم خود نباشد. اما او هدفی بالاتر از این داشت. خداوند او را در دربار حفظ کرد تا پیام رسان دردها و رنجهای مردمی باشد که در یک مساف نابرابر همه چیز خود را از دست داده بود. حضور کاتب در دربار در شرایطی که هر روز و هر لحظه فریادهای دلخراش جان دادن صدها هزاره که اعدام می شدند
یا زنده زنده پوست از سر وطنشان جدا می شدند. بسیاری از محققان را به حیرت واداشته است. یکی از مسافران قسم کرد که عبدالرحمن خان عادت داشت که با چشمانی از حدقه بیرون شده هزاره ها بازی کند. تشت پور از چشم هزاره ها را نزد او می گذاشت. او با چوب هر کدام آنها را فشار می داد و می خندید. چشمان هزاره ها یک رنگ نبودند. همین رنگ ها بیشتر توجه او را جلب کرده بود. اگر دربار افغانستان مرحوم کاتب را قبول کرده بود، به خاطر این نبود که او را دوست داشته باشد. به خاطر این بود که به او نیاز داشتم. کار او را کسی دیگر نمی توانست انجام دهد. لذا از آغاز تا پایان کار در دربار مخالفانی سرسختی داشت که همواره می خواست او را حذف کنند. ولی او با مقاومت و سرسختی از این وظیفه به آن وظیفه برای احیای هویت مردم خود منتقل می شود. لذا شمشیر قلم و بیان را در دفاع از مذهب و قوم خود هرگز کنار نگذاشت. مهدی فروخ سفیر ایران در دوره امان الله خان می نویسد. آقای فیض محمد خان فرزند سید محمد وکیل از قوم هزاره محمد خواجه است. در امارت امیر عبدالرحمن خان به سمت منشی حضور انتخاب شده و شخص مورخ است. اکثر تواریخ افغانستان به قلم او نوشته شده است. در بین جماعت قزلباش شخص محترم است. سلطنت امان الله خان و وزارت نادر خان به مدعی العموم تعیین گردید. به واسطه مخالفت وزرا که هزاره است مانع تصدی او گردیدند. بعد به وکالت هزاره منتخب گردید. عبدالعزیز خان وزیر داخله و جمعی دیگر به شاه مراجعه کردند و به شاه گفتند اگر این شخص به شورا برود دیگر کسی حاضر نمی شوند. فعلا به شغل معلمی مشغول است. در بین قزلباش ها، هزاره ها و بربری ها نفوذ کامل دارد. نسبت به جماعت سنی مذهب نهایت درجه خصومت و دشمنی دارد و در مذهب تشیع به اندازه متعصب است. ولی در این که او سخت پابند مذهبش بود در آن شکی نیست و خود هم این واقعیت را پنهان نکرده است و خود بارها به آن اشاره دارد. دکتر رضوی غزنوی درباره اعتراف مرحوم کاتب در مورد به پابندی مذهب شیعه می نویسد. کاتب مرد حساس، شجاع و حاضر جوابی بود. معروف است که وقتی وزیر معارف وقت سردار فیض محمد خان خواست او را از معلمی منع کند، با او گفت تو مریض هستی، مرضی تو ساری است، بچه ها را می گیرد. کاتب جواب داد مرض من ساری نیست، مذهب من ساری است. ادامه داستان را در قسمت چهارم می‌بینید.